خط مهمترین خبرها. تأکید پاکستان بر ادامه همکاری با افغانستان. وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد آماده همکاری در تمام زمینه ها با امارت اسلامی است. ابراز نگرانی مقامات پاکستانی از افغانستان، یعنی که گویا قلمرو افغانستان یک تهدید است برای امنیت پاکستان، یعنی نوع مظلوم نمایی است، یک جست رسانه است. چگونگی نحوه تعامل با کشورهای خارجی محور نشست مقامهای امارت اسلامی. وزارت خارجه کشور از برگزاری نشست به منظور چگونگی تعامل با کشورهای جهان خبر داده است. پدی غونډه کې چې د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوی امیر خان متکل صاحب په مشرۍ ترسره شوه، د اسلامي امارت د ټولو وزارتونو او عمومي ریاستونو او مستقلو ادارو د دفتر رئیسانو او بهرنیو اړیکو مسؤلینو ګډون کړی و. ادامه خواستهای جهان بر دسترسی بانوان به آموزش و تحصیل در افغانستان. توماس وست بار دیگر بر دسترسی بانوان و دختران افغانستان به آموزش و تحصیل تأکید کرده است. و آمادگی نخست وزیر پاکستان برای کنارگیری از قدرت. شهباز شریف اعلام کرده که در ماه آینده میلادی پیش از برگزاری انتخابات عمومی از سمتش کنار خواهد رفت. سلام و وقت بر شما بخیر. به مجمع خبری این ساعت با من طیب صدیقی از یک خوش آمدید. امروز جمعه 23 سرطان سال 1402 خورشیدی است. مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد آماده همکاری با امارت اسلامی در تمام زمینه ها و ویژه رسیدگی به نگرانی های مشترک دو کشور است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در یک نشست خبری از مقام های امارت اسلامی خواست تا به تعهداتشان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر پاکستان عمل کنند. امارت اسلامی اما پیوسته تاکید کرده که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نخواهد بود. آمادگی پاکستان برای همکاری با افغانستان. وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد به تعاملش با حکومت سرپرست افغانستان به هدف همکاری و رفع نگرانی ها ادامه می دهد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری همچنان از کابل خواست تا و تعهداتش مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر پاکستان پابند باشد. ما می خواهیم تا مقام های افغان به وعده های خود مبنی بر عدم استفاده از خاک آنها برای هراس افغانی علیه پاکستان عمل کنند. این مسئولیت آنهاست که اطمینان حاصل کنند که از زمین های آنها علیه پاکستان استفاده نمی شود و مقام های افغانستان در مناسبت های مختلف این مسئولیت را پذیرفتند. اما امارت اسلامی همواره حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را رد کرده و همچنان تاکید کرده که حکومت سرپرست به هیچ گروهی اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان در برابر همسایه و جهان استفاده شود. باید اطمینان بدیم که امارت اسلامی افغانستان از قبل این کارها را انجام داده و نمیگذاره که افغانستان ناامن باشه یا گروه های خودسر وحشت را ایجاد کنند و همچنان امنیت و ثبات را که در افغانستان آمده با چالش بکشند. امارت اسلامی افغانستان همیکنون با داعشی ها در نبرد است که تقریبا آنها را در آستانه نابودی قرار دادن. ابراز نگرانی مقامات پاکستانی از افغانستان، یعنی که گویا قلمرو افغانستان یک تهدید است برای امنیت پاکستان، یعنی نوع مظلوم نمایی است، یک جست رسانه است، میخواند با این گونه اظهارات امتیازات بیشتری کسب کنند و در جهان نشان بدن که اینا در خط علیه تروریسم مبارزه میکنن و از تروریسم متضرر هستند، در حالی که اینطور نیست. پاکستان در حکومت طالبان تسلط داره، نفوذ داره و هر نوع خواستهایی که داشته باشه عملی میکنه حکومت طالبان.
ممکن بعضی کشورهای همسایه این نگرانی رو داشته باشند تا هنوز رفع نشده باشه. با این حال تاریخ دیپلماسی افغانستان نشان می‌دهد که سیاستمداران این کشور به دلیل نداشتن آگاهی از فرایند جهانی و تحولات دگردیسی های سیاسی در منطقه و جهان هر از گاهی در تنش‌های رسانه‌ای قرار داشتند. افراد تی تی پی تاریخشان در پاکستان است، وطنشان پاکستان است، خانه و کاشانشان در پاکستان است. این رای حل شده نمیتونه که اینا در افغانستان مستقر شوند. مطابق با وظیفه‌ای که دولت پاکستان دارد باید به شهروندان خود جوابگو باشد. این در حالی است که در نزدیک به 2 سال پسی نیز سازمان ملل و شماره از کشورها از فعالیت گروه های هراس افکن در افغانستان ابراز نگرانی کردند، موردی که امارت اسلامی این نگرانی ها را به اساس و دور از واقعیت عنوان کرده است. وزارت خارجه کشور امروز نشست را به منظور چگونگی تعامل با کشورهای خارجی برگزار کرده است. حافظ ضیاء احمد دکل معاون سخنگوی این وزارت در رشته توییت های گفته که نشست با حضور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در خصوص تعامل نهادهای امارت اسلامی با نمایندگی های خارجی برگزار شده است. در این نشست همچنان دستورالعمل‌های کابینه و فرمان‌های رهبر امارت اسلامی در زمینه تعامل با هیئت‌های خارجی، سفرهای رسمی، دیدار با نمایندگان کشورها و نمایندگی‌های خارجی و امضای قراردادها تشریح شده است. در نزدیک به 2 سال پسین دیپلمات‌های امارت اسلامی از سوی شماره از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، چین، روسیه و ایران پذیرفته شده و برخی کشورهای هم دیپلمات‌هایشان را به افغانستان فرستادند. همچنان سفارت‌های بیشتر از 10 کشور جهان به شمول دفتر نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه اروپا در افغانستان فعالیت دارند. په غونډه کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د روسي فرمان او کابینه د پریکړې چې له بهرنیو استازولیو سره د تعامل او رسمي سفرونو اړوند هدایت پکې شوي وو. د ښه تعامل په موخه د اماراتي ارګانونو له خوا له بهرنیو هیوادونو او استازولیو سره د ملاقاتونو، رسمي سفرونو او تړونونو د امضا کولو قانوني مراحل تشریح او په اړوند برخو کې د همغږۍ په وړاندې شته ستونزې او حل لارې په تفصیل سره ذکر شوې. توماس بست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی بانوان و دختران افغانستان به آموزش و تحصیل شده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در توییت به مناسبت سالروز تولد ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل گفته که بانوان افغانستان سرمایه بزرگ برای آینده این کشورند و برای دسترسی به توانایی‌هایشان باید از حق تحصیل برخوردار شوند. همزمان با این، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور بانوان و حقوق بشر در افغانستان هم بر آموزش و تحصیل بانوان در این کشور تاکید کرده است. تاکید امریکا بر دسترسی بانوان افغانستان به آموزش و تحصیل پس از ماها محدودیت بر آموزش و تحصیل بانوان در افغانستان، بار دیگر توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان خواستار دسترسی بانوان به تحصیل شده است. نماینده ویژه امریکا در توییتی به مناسبت روز تولد ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل گفته که دختران افغان شایسته تحصیل برای تحقق توانایی های خود هستند. در روز تولد ملاله دادخواهی برای حق آموزش را یادآوری می‌کنیم. زنان و دختران افغان سرمایه نهایت بزرگ برای آینده افغانستانند و برای دستیابی به توانایی هایشان مستحق دسترسی کامل به آموزش و تحصیل اند. گذشته از او ما از بدو اسلام به این طرف در هیچ جای اقسم نبوده که آموزش برای دختر خانم ها ممنوع باشد. متون اسلامی تاکید بیشتر بالای آموزش و علم و تخصص داشتند. حتی اینکه با وضاحت آیت صریح وجود دارد که آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند. همزمان با این شماره از دختران دانش آموز هم خواستار بازنگری در مورد تحصیل بانوان در کشور شده است. آنان از امارت اسلامی میخواهند تا دروازه مکتب ها و دانشگاه ها را هرچه زودتر بر روی دختران بازگشایی کند. از حکومت امارت اسلامی خواهان استیم که به خاطر ادامه حکومتشان باید اجازه بدن تا دختران تحصیل بکنند و همگی به دانشگاه ها و مکاتب و کورس هایی که دارند برسند.
سازمان ملل 12 جولای سال روز تولد ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر اهل پاکستان و دارنده جایزه صلح نوبل را روز ملاله نامگذاری کرده است. از 12 جولای در حال بنامه دفاع از حقوق آموزش نامگذاری می شود که بیشتر از 2 سال است که در افغانستان بانوان و دختران از حق تحصیل محرومند. محمد مهدی جوانمرد مشاور نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که افغانها در 4 ماه نخست سال روان حدود 150 میلیون دلار را در ایران سرمایه گذاری کردند. مشاور نماینده ویژه ایران در گفتگو با یک رسانه ایرانی سرمایه گذاری شهروندان افغانستان در ایران را چشمگیر توصیف کرده است. با این حال شمار از آگاهان اقتصادی بر این باورند که ادامه فرار سرمایه میتواند ضربه شدید و محکم بر پیکر اقتصاد کشور وارد کند. سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلاری بازرگانان افغانستان در ایران. محمد مهدی جوانمرد نماینده جمهور ایران در امور افغانستان گفته که افغانها در 4 ماه نخست سال جاری حدود 150 میلیون دلار را در ایران سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاری های افغان ها در ایران هرچند کوچک است، اما از نظر تعداد قابل توجه است. حتی به این منوال که در 4 ماه نخست سال جاری حدود 150 میلیون دلار توسط سرمایه گذاران افغانستانی در ایران سرمایه گذاری شده است. آقای جوانمرد در گفتگو با یک رسانه ایرانی گفته است که این سرمایه گذاری ها در بخش های ساختمانی، صنعتی و زراعتی انجام شده است. په ایران که دی افغانانو سرمایه گذاری دی افغانستان دی اقتصاد په ګټه نه ده. اسلامی امارت دی هڅه وکړي هغه افغانان چې په ایران که سرمایه گذاری کوي دی افغانانو دی پاره دی دی افغانستان دی نن دی سرمایه گذاری زمینه ورته برابره کړي. او دا چې سرمایه څومره د افغانستان څخه فرار کوي دا هم یو اقتصاد ته غټه ننګونه ده. نو اسلامی امارت ته هیله مند یم چې دا متوجه سي دې نقطې ته او زمینه مساعده کړي هغه پانګوال چې ایران ته ځي هغه سوچه افغانان دي او سرمایه د افغانستان دپاره ډیره مهمه او اساسي د افغانستان کې د سرمایه گذاری وکړي. بر بنیاد گزارش ها در 2 سال پسین روابط بازرگانی میان ایران و افغانستان بهبود یافته است و در سال گذشته افغانستان به بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران تبدیل شده بود. عدم موجودیت امنیت فیزیکی، اطمینان خاطر، سیستم های استاندارد بانکی و مشوقات از طرف دولت ها سبب از این میشه که در قدم اول سرمایه فرار کنه و در قدم دوم سرمایه گذاران و تاجران علاقه مندی پیدا نکنند که در کشور به فعالیت های خود ادامه بدن و یا فعالیتی را آغاز بکنند. در کشورهای خارجی سهولت های برای تاجران در نظر گرفته میشه، از قبیل قرار دادن اراضی در خدمتشان، ماشین آلات و حتی قرض های طویل مدت که خودش سبب رشد اقتصاد و سبب چرخش فعالیت های اقتصادی در کشور میشه. این سخنان در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، بسیاری از سرمایه گذاران از افغانستان فرار کردند و در کشورهای چون امارات متحده، ترکیه و ایران ادامه شغل دادند. امارت اسلامی اما پیوسته از سرمایه گذاران کشور خواسته تا دوباره به افغانستان برگشته و در آبادی کشور سهیم شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده که نزدیک به 10 میلیون افغان به گونه اجباری در سطح جهان بجا شدند. این سازمان گفته که از این میان نزدیک به 6 میلیون پناهجو افغانهای اند که در وضعیت مشابه به پناهندگی قرار دارند. بر بنیاد آمار این نهاد سازمان ملل در حال حاضر 295 هزار افغان در جهان پناهجویند و بیش از 3 میلیون افغان در داخل افغانستان بجا شدند. چرا و چگونه شهروندان افغانستان به این وضعیت رسیدند؟ جزئیات بیشتر در گزارش. ارائه آمارهایی از وضعیت پناهندگان و بیجا شدگان افغانستان در جهان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ارائه آمار از وضعیت پناهندگان و بیجا شده های داخلی و خارجی گفته است که 9.2 میلیون تن افغان در جهان به گونه اجباری بیجا شدند. این نهاد همچنان گفته که از این میان نزدیک به 6 میلیون تن افغان هایند که در وضعیت مشابه به پناهندگی قرار دارند. در آماری که این نهاد منتشر کرده آمده که 9.2 میلیون افغان در سطح جهان به گونه اجباری بیجا شدند. 5.6 میلیون مهاجران افغان افرادی هستند که دارای وضعیت مشابه به پناهندگی هستند.
در حال حاضر 295,000 پناهجوی افغان در سراسر جهان وجود دارد. 3.25 میلیون تن هم در داخل افغانستان بجا شدند. هرچند کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سبب این آوارگی افغانها را بیان نکرده است، حالا اما پرسش اینجاست که افغانها چرا و چگونه به این وضعیت رسیدند؟ علت اکثر مهاجرت ها، فرار مغز ها و بیجا شدن های داخلی به مسائلی همچون موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و محدودیت زنان برمیگردد که در این زمینه میطلبد تا امارات اسلامی زمینه یک زندگی با ثبات را فراهم سازد تا مانع این مهاجرت ها گردند. پیش از این وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان امارات اسلامی گفته بود که در نزدیک بعد 2 سال پسین بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای پاکستان، ایران و برخی از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. جابجایی اجباری افغانها می تواند تأثیرات بسیار جدی و ضربه ای را در جامعه و کشور ما وارد بکند که البته این تحول می تواند باعث بحران انسانی، اقتصادی و امنیتی برای شهروندان ما در کشور شود و از طرف دیگر هم فقر و بیکاری، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کمبود منابع و خدمات اساسی نیز موارد دیگری هستند که باعث بروز مهاجرت و پناهندگی افغانها در داخل و خارج کشور منجر می شود. در این موقعیت حمایت و همکاری بین المللی برای کمک پناهندگان افغان بسیار حائز اهمیت است. این در حال است که مقام های امارات اسلامی عامل اصلی مهاجرت افغان ها را تشویق کشورهای غربی برای بیرون شدن نیروهای مسلکی و متخصص از کشور و روبرو شدن کشور به چالش کمبود نیروی مسلکی عنوان کردند. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد از درمان بیش از 270,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته که تنها بیش از 60,000 کودک را در ماه می سال روان میلادی پشتیبانی کرده است. از سوی هم سازمان جهانی بهداشت به تازگی گفته که در 6 ماه پسین بیش از 47 تن در افغانستان در اثر ابتلا به بیماری تب کانگو جانشان را از دست دادند. کمک های بهداشتی نهادهای جهانی در افغانستان. صندوق پشتیبان از کودکان سازمان ملل یا یونیسف اعلام کرده که 273,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه را در 5 ماه پسین در افغانستان درمان کرده است. این نهاد در تازه ترین گزارش خود گفته که از میان کودکان درمان شده حدود 60,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه تنها در ماه می سال روان درمان شده اند. در 5 ماه نخست سال جاری یونیسف 273,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را در افغانستان درمان کرده و تنها در ماه می از درمان حدود 60,000 کودک پشتیبانی کرده است. آسایش انسان در گرو نیازهای مادیش است. بنان با کمبود نیازهای اولیه مانند مواد غذایی میتونه اثر منفی و ناگوار بالای خانوارها و به طور اخص بالای مادران و کودکان داشته باشد. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی غذا، شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان به 3,200,000 تن می رسد که اکثریت آنان را کودکان زیر سن 5 سال تشکیل می دهد. به باور برخی از آگاهان اقتصادی، در صورتی که سازمان های امدادرسان جهانی کمک های بشردوستانه را برای نیازمندان در افغانستان ادامه ندهند، احتمال بحران بشری وجود دارد. در صورتی که کمک های بشردوستانه صورت نگیره و همچنان پروژه های انکشافی و اشتغالزایی در افغانستان پیاده نشه، این میتونه که وضعیت خانواده ها را از جمله کودکانه که مسئولیتشان فامیلایشان داره و متاسفانه بیش از 700,000 شغل در بین سالهای 2021 و 2022 از بین رفته. در سوی دیگر به تازگی سازمان جهانی بهداشت از گسترش روزافزون بیماری تب کانگو به ویژه در ماه‌های پسین خبر می‌دهد. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که 47 تن در اثر آلوده شدن به تب کانگو در 6 ماه پسین جانهای خود را از دست دادند. مرض کانگو یا تب خوندیده یک مرض شدید اثری است که توسط کنه از طریق لاشه حیوانات ملوث گوشت پوست آنها به انسان سالم انتقال پیدا می‌کند. هر ساله بعد از سپریشتن مراسم عید قربان این مریضی در جامعه اسلامی افزایش پیدا میکنه که اخیرا بر اساس گزارش دبلیوچه سازمان سی جهان اضافه تر 46 نفر از همشهریان ما ناشی از مرض مواد نبودن و اضافه تر 500 نفر مصابی مرض شدن.
بر بنیاد گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیشترین موردهای مثبت کنگو در ولایت‌های کابل، بلخ، قندهار و هلمند شناسایی شده است. و در مهمترین های امروز جهان هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که در ماه آینده میلادی پیش از برگزاری انتخابات عمومی این کشور از قدرت کنار خواهد رفت و اداره کشور را به یک حکومت موقت واگذار خواهد کرد. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال تسلیحات جدید غرب به اوکراین را تنها راه برای وخیم‌تر شدن شرایط برای خود کیف و شعله‌ورتر شدن آتش جنگ می‌داند. آقای پوتین همچنان می‌افزاید که عضویت احتمالی اوکراین در ناتو هم امنیت کیف را تأمین نمی کند. در همین حال مراسم تحلیف شوکت میرزاییف که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان بیشترین درصد آرا را به دست آورده امروز در تاشکنت برگزار شد و فرانسه بالاترین نشان افتخار این کشور را به خبرنگار بخش ویدیویی خبرگزاری فرانسه که در یک حمله موشکی در شرق اوکراین کشته شد اهدا کرد. جزئیات بیشتر را در بسته خبری دنبال کنید. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که در ماه آگست پیش از برگزاری انتخابات عمومی این کشور از قدرت کنار خواهد رفت و اداره کشور را به یک حکومت موقت واگذار خواهد کرد. شهباز شریف پنجشنبه گفت عمر حکومت در 14 آگست به پایان میرسد و در این ماه او مسئولیت را به حکومت موقت خواهد سپرد. آقای شریف در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون‌های پاکستان پخش شد، با اشاره به حکومت عمران خان گفت که ما خرابی‌های 4 ساله حکومت پیشین را در 15 ماه پاک کردیم و آتش را که بجان سیاست، اقتصاد و روابط خارجی ما افتاده بود خاموش کردیم. او گفت معتقد است که پاکستان می‌تواند با کار شبانه روزی از توطئه‌هایی که با آن روبرو است بیرون شود. نخست وزیر پاکستان از چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای همکاری صادقانه با پاکستان در دوران سخت آن تشکر کرد. آقای شریف افزود که حکومت او همچنان برنامه جامعی برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان تدوین کرده است. شهباز شریف که در مراسم بنیانگذاری صندوق کمک برای آموزش و پرورش در اسلام آباد سخن می گفت، اعلام کرد که دوره تصدی حکومت او در 14 آگست به پایان می رسد و کمیسیون انتخابات تصمیم خواهد گرفت که انتخابات چه زمانی برگزار شود. آقای شریف گفت که بعد از انتخابات هر کسی که حکومت بعدی را تشکیل می دهد باید آموزش را در اولویت کاری خود قرار دهد تا بتواند این ملت را پیشرفت دهد. مجلس نمایندگان پاکستان شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را در ماه حمل 1401 با عنوان 23 نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. شهباز شریف برادر کوچک نواز شریف است که 3 دوره در پاکستان نخست وزیر بوده است. پیش از آن عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نخست وزیر پاکستان بود که برای عدم اعتماد مجلس از قدرت کنار رفت. رئیس جمهوری روسیه میگوید ارسال تسلیحات جدید غرب به اوکراین تنها آتش جنگ را شعله‌ورتر و شرایط را برای خود کیف وخیم‌تر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین گفته که عضویت احتمالی اوکراین در ناتو هم امنیت کیف را تضمین نمی‌کند. او روز پنجشنبه در گفتگوی کوتاه با تلویزیون دولتی روسیه گفت که ما بارها در مورد عضویت اوکراین در ناتو صحبت کرده‌ایم. عضویت این کشور در ناتو تهدید برای امنیت روسیه است. یکی از دلیل‌های عملیات ویژه نظامی ما نیز تهدید ورود اوکراین به ناتو است. پوتین در عین حال افزود که اوکراین حق برخورداری از ضمانت امنیتی را دارد، اما نباید برای سایر کشورها تهدید امنیتی ایجاد کند. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که با مذاکره درباره ضمانت‌های امنیتی اوکراین مخالف نیست. سران کشورهای عضو ناتو در نشست پسین خود در ویلنیوس پشیمانی قاطع خود را از اوکراین اعلام کردند. عضوهای ناتو بر نزدیکتر کردن اوکراین به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به توافق رسیدند و کشورهای گروه 7 نیز بیانیه مشترک را در مورد تضمین‌های امنیتی برای کیف امضا کردند. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلویزیونی خود افزود که بارها گفته است که هر کشور حق دارد از امنیتش مطمئن شود. این حق را هم دارد که راهش را برای رسیدن به این هدف انتخاب کند، راهی که آن را درست‌ترین روش تشخیص می‌دهد. اما یک محدودیت وجود دارد. انتخاب این روش با این مسئله رابطه مستقیم دارد، به این معنا که دستیابی به امنیت یک کشور نباید تهدید برای کشور دیگر ایجاد کند. او درباره موشک‌ها و تانک‌های ارسالی غرب به اوکراین هم گفت که آنها به ما آسیب می‌زنند، اما هیچ اتفاق مهم و حیاتی را در میدان نبرد رقم نمی‌زنند. رئیس جمهوری روسیه با این حال اذعان کرد که این تانک‌ها در اولویت هدف‌های نیروهای ما هستند. و مراسم تحلیف شوکت میرزیایف که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان بیشترین درصد آرا را به دست آورد امروز در تاشکنت برگزار شد. شوکت میرزیایف در مجلس اولیای ازبکستان سوگند یاد کرد و دور جدید ریاست جمهوری خود را رسما آغاز کرد. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه 18 سرطان برگزار شد.
بر بنیاد اعلام ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان، شوکت میرزیایف در این دور از انتخابات 87.5% آرا را به دست آورد. عبدالشکور همزیف از حزب اکولوژیک، رباخان محمودوف از حزب سوسیال دموکراتیک عدالت و اولغبیگ عنایتوف از حزب دموکراتیک خلق با شوکت میرزیایف رقابت کردند. بر بنیاد اطلاعات منتشر شده، عبدالشکور همزیف 3.74%، رباخان محمودوف 4.43%، اولغبیگ عنایتوف 4.2% آرا را به دست آوردند. شوکت میرزیایف 65 ساله از سال 2016 ریاست جمهوری ازبکستان را بر عهده دارد. دوره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان پیش از این 5 ساله بود، اما با تغییر قانون اساسی این کشور پس از یک همه‌پرسی به 7 سال افزایش یافت. دولت شوکت میرزیایف تاکنون روابط نسبتا نزدیک با طالبان داشته است. خود او هم در نزدیک به 2 سال گذشته بارها در مجامع منطقه‌ای و جهانی خواهان گسترش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. اکنون هم آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.